سلام، امیدوارم حال همگی خوب باشه. از مجموعه آموزشی فرالند در خدمتتون هستم با دوره آموزشی کتاب پروسپکت وان زبان هفتم انگلیسی متوسط دوره اول. خب همونطور که خودتون میدونید این کتاب نکته خیلی گرامری خاصی نداره و ساختار گرامری شما سعی میکنیم توی کتاب درس به درس به فراخور موضوعاتی که داخل کتاب هست، مکالماتی که داخل کتاب هست، نکات گرامریش و دستور زبانش رو بگیم. کتاب شامل کلماتی میشه که اول کتاب با بخش ویلکام شروع میشه، بعد خود کتاب شامل مکالمه هست و پرکتیس ها و سوالات و جوابایی که بعد از هر مکالمه ما میتونیم داشته باشیم و بهش میرسیم. بنابراین بهتره که برای اینکه نکات گرامری و دستور زبانهایی که ما میگیم یادتون بمونه و خوب یاد بگیرید، بهتره که جزوه یا یه دفتری کنارتون باشه، نکاتی که میگیم رو حتما یادداشت کنید و اگر لازم شد این کلیپ رو دوباره و حتی سه باره ببینید. پس با ما همراه باشید. خب همونطور که میدونید اولین چیزی که توی یاد گرفتن یک زبان مهمه الفبای اون زبانه. همونطور که ما فارسی رو یاد گرفتیم اول با حروف الفبا شروع کردیم، توی انگلیسی هم باید با الفابت که همون الفبا میشه باید شروع کنیم. 26 تا حرف داره انگلیسی که باید درست نوشتنش رو بلد باشیم، حروف بزرگ، حروف کوچیک، که خیلی خیلی مهمه. دفتری که برای انگلیسی هست دفتر دو خط هست و دفتر سه خط و چهار خط. حالا این نقطه چینا چیه؟ دفتر دو خط که اصلی ترین یعنی دقیقاً بیس نوشتاری ما هست، ما توی دفتری می‌نویسیم که دو خطه. خط بالا و خط پایین خطای فرضیه که دقیقاً به همون اندازه که این دو خط با هم فاصله دارن با بالا و پایین هم این فاصله رو ایجاد می‌کنن که به ما میگن نشون میدن تا کجا یه حروف بزرگ یا کپیتال لتر بالا میره یا تا کجا یه حروف کوچیک میتونه پایین بیاد و جلوگیری میکنه از بیش از حد پایین اومدن یا بیش از حد بالا رفتن و بدخط شدن حروف به انگلیسی که ما میخوام بنویسیم. پس با هم دیگه شروع میکنیم نوشتن حروف انگلیسی رو. هر حرفش رو اول حرف بزرگش رو مینویسیم و بعد حرف کوچیک رو که نیاز داره که توی خونه حتما تمرین کنید. اگه لازمه این خطوط نقطه چین رو خودتون قرار بدید بذارید که بتونید درست‌تر و مرتب‌تر بنویسید. دفتر سه خط و چهار خط هم موجود هست، حالا اگر پیدا نکردید میتونید از همین کاری که من اینجا کردم استفاده کنید و تبدیلش کنید به دفتر چهار خط. خب شروع میکنیم با نوشتن capital letter یا حروف بزرگ و lower case حروف کوچیک. خب اگه دقت کنید ببینید، مثلا من میخوام A انگلیسی رو بنویسم، ببینید من از تا کجا بالا میاد این A انگلیسی، این میشه A بزرگ یا capital letter. حالا A کوچیک توی این دو خط باید نوشته بشه. ببینید بیشتر از این دو خط بالاتر نمیزنه این حروف کوچیک، حرف کوچیک من، و پایینتر هم نمیاد. نوشتنش هم تا اون خط فرضی که اون بالا بهتون گفتم تا اونجا بالا میره که نیاز داره که تمرین کنید. حرف بعدی حرف B هست. ببینید تا کجا بالا رفت. A B بزرگ کپیتال B و B کوچیک. A, B, C. C بزرگ. C کوچیک. A, B, C, D. Capital D. Lower case. A, B, C, D. E. که باز من تا اون خطه فرضی بالا بالا میام. ای و ای کوچیک. ای بی سی دی ای اف و اف کوچیک. خب بریم حرف بعدی رو بنویسیم. خب حرف بعدی حرف جی. جی بزرگ
جی کوچیک. ببین من تا این خط فرضی اومدم پایین، بیشتر از اون اگه بیام هم شکل نوشتاریم زشت میشه، قشنگ نیست، مرتب نیست و هم غلطه. A B C D F G H که باز هم تا اون خط فرضی بالا میرم من. H H کوچیک A B C D F G H I آیه کوچیک، جی، و جی کوچیک، کی، کی کوچیک، ال، ال کوچیک که همون صاف میام پایین میشه ال، ال کوچیک، ام، ام کوچیک، خب حرف بعدی حرف N، N بزرگ یا کپیتال N، N کوچیک، O حرف O، حرف O کوچیک، حرف P، حرف پی کوچیک. ببینید تا خط فرضی پایین، من اومدم پایین، بیشتر از اون پایین نیومدم. حرف کیو، کیو کوچیک، حرف آر، حرف آر کوچیک، حرف اس، حرف اس کوچیک، حرف تی، حرف تی کوچیک. خب حرف بعدی حرف یو، یو کوچیک، حرف وی، حرف وی کوچیک، حرف دبلیو، دبلیو کوچیک، حرف اکس، حرف X کوچیک، که اینو حالا به صورت شکسته تر هم ممکنه بنویسن به این صورت، حالا جفتشو بلد باشید. X، حرف Y، حرف Y کوچیک، حرف Z و حرف زی کوچیک. خب حروف الف های انگلیسی رو یاد گرفتیم که چجوری نوشته میشه، حروف کپیتال لتر یا حروف بزرگ و حروف لوور کیس یا حروف کوچیک که میتونید ببینید. فقط لازمه این که اینو درست یاد بگیرید و درست بنویسید اینه که حتما تمرین کنید و با زیاد نوشتن میتونید درست نوشتن رو یاد بگیرید. توی جلسه دیگه حتما وارد کتاب میشیم و کلمه ها رو یاد میگیریم که با قرار داده شدن این حروف کنار هم کلمه ها شکل میگیرن و بعد از اون جمله و دستور زبان. خب امیدوارم که این جلسه براتون مفید بوده باشه. تا جلسه بعدی همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.